سلام دوستان، رضا هستم و با یک برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. قبل از هر چیز اگر هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. مهدی سلوکی از بازیگرانی است که در زمان ورودش به دنیای بازیگری به سرعت معروف شد. مهدی سلوکی در سریال‌های مشهوری همچون نرگس و ستایش بازی خوبی را از خودش ارائه داد. اما مدتی است که او کمکار شده. در ادامه به معرفی ایشون می‌پردازیم. پس تا پایین این ویدیو همراه ما باشید. مهدی سلوکی در 14 خرداد ماه 1361 در اصفهان به دنیا آمد. پدر مهدی افسر نیروی هوایی ارتش و اصالتاً تهرانی است. زمانی که مهدی به دنیا آمد، سرهنگ سلوکی مأمور به خدمت در پایگاه 8 شکاری نیروی هوایی در اصفهان بود و به همین دلیل شناسنامه‌اش را در اصفهان گرفتند. پس از پایان مأموریت پدر به همراه خانواده به تهران بازگشت و در محله نارمک تهران ساکن شدند. مادر مهدی سلوکی اصالتاً عراقی است. برادر او محمد سلوکی است که فرزند اول خانواده است و در 3 اسفند ماه سال 58 به دنیا آمد و همکنون مجری شبکه تهرانه. خانواده سلوکی اصیل و متعصب و مذهبی هستند. پدر و مادر مهدی هر دو تحصیل کرده و اهل فرهنگ و هنر بودند. او در هنرستان رشته گرافیک رو برگزید و در همین مقطع بود که جذب کار تلویزیونی شد. او در سال 79 دیپلم خودش رو از هنرستان مالک اشتر تهران دریافت کرد. مهدی سلوکی با بازی در فیلم سینمایی سرگیجه وارد عرصه سینما شد. سرگیجه فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد زریندست و تهیه کنندگی مرتضی شایسته ساخته سال 84 است که در 21 شهریور سال 86 بر روی پرده سینما رفت. مهدی سلوکی در سال 86 در فیلم احضار شدگان به ایفای نقش پرداخت. احضار شدگان فیلمی به کارگردانی آرش معیریان و نویسندگی حجت قاسمزاده ساخته سال 86 است. در سال 1380 مهدی سلوکی برای اولین بار در 19 سالگی در تلویزیون حضور یافت و در سریال چراغ‌های خاموش به کارگردانی کاظم بلوچی بازی کرده. اگرچه موفقیت این اثر نسبت به آثار شاخص بعدیش مثل سریال 5 کیلومتر تا بهشت بیشتر نبود، اما تجربه خوبی برای مهدی سلوکی محسوب میشه. او همکاری با هنرمندی مثل فرامرز صدیقی، رحیم نوروزی، محمد مهدی فقیه و محمد باقر سهرارودی را تجربه کرده. مهدی سلوکی در سال 90 دوره پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذروند و در آثار مهمی به ایفای نقش پرداخت. او در این سال با بازی در 3 فیلم و سریال مهم سینما و تلویزیون خودش را به مردم معرفی کرد. آثار مهم مهدی سلوکی در این سال بازیگری در فیلم پروانگی به کارگردانی قاسم جعفری، سریال 5 کیلومتر تا بهشت به کارگردانی علیرضا افخمی و سریال سایه روشن به کارگردانی آرش معیریان محسوب میشه. شاید یکی از مهمترین فعالیت‌های هنری مهدی سلوکی بازی در سریال 5 کیلومتر تا بهشت بوده باشه. مهدی سلوکی در سال 90 در سریال 5 کیلومتر تا بهشت نقش بسیار مهمی رو بازی کرد که تونست با مهارت خودش اون نقش و همچنین خودش رو در میان مخاطبان تلویزیون مطرح کنه. اما اوج شهرت او با بازی در سریال ستایش 1 و 2 رقم خورد. او در سری اول این سریال نقش محمد برادر ستایش رو بازی کرد که در راه فرار از مرز کشته شد و در سری دوم این سریال در نقش پسر ستایش به ایفای نقش پرداخت. ستایش مجموعه تلویزیونی است که در 3 فصل به کارگردانی سعید سلطانی و به قلم سعید مطلبی ساخته شد. به گفته کارگردان و بازیگران مجموعه، بانی و طراح این سریال مرحوم ایرج قادری بوده. البته در ساخت این سریال از فیلم واکنش 5 اثر تهمینه میلانی اقتباس‌های فراوانی شده. تولید فصل اول این سریال از سال 88 آغاز شد و سال 90 پایان یافت. پخش اون از آذر ماه 89 شروع شد و در 6 آبان 90 به پایان رسید. فصل دوم اون از سال 91 آغاز شد و سال 92 به پایان رسید. اما تولید فصل سوم اون پس از 5 سال و در سال 97 شروع و در پایان همان سال تصویر برداریش به پایان رسید و از شهریور تا آبان 98 به روی آنتن شبکه 3 سیما رفت.
بازی در این مجموعه همکاری در کنار بازیگرانی نظیر پردیس افکاری، داریوش فرهنگ، پریناز ایزدیار و شبنم قلی‌خانی بر تجربیات او افزود. مهدی سلوکی علاوه بر این سریال در سال 82 و در 21 سالگی در سریال تب سرد هم بازی کرد. در این سالها مهدی سلوکی با هنرمندان بسیاری تجربه کار داشته، اما جالبه بدونید که در بین این بازیگران صدیقه کیانفر با 4 مرتبه، آتیلا پسیانی با 4 مرتبه، سیما تیرانداز با 4 مرتبه، محمد علی دشتی با 4 مرتبه و مختار سائقی با 4 مرتبه بیشترین همکاری رو با مهدی سلوکی داشتن. یکی از ویژگی‌های مهدی سلوکی اینه که در مدت زمان بازیگری خودش هم در تلویزیون و هم در سینما بازی کرده. مهدی سلوکی در سن 32 سالگی بالاخره تصمیم گرفت متأهل بشه. او گفته بحث ازدواج من شاید مهمترین حاشیه‌ای باشه که در مطبوعات شنیدم. من نزدیک به 6-7 سال شاید هم بیشتره که با هیچ مجله یا روزنامه‌ای گفتگو نکردم. ولی نمیدونم برای چه روی این موضوع بعضی از مطبوعات اونقدر زوم کردن. نسل ما خیلی کم تن به ازدواج میدن. شاید به خاطر این باشه که مسئولیت پذیری در این برهه از زمان خیلی سخت شده و کسب درآمد از اون هم سخت‌تر. همین حالا جوانهای ما دغدغه‌شون آینده‌ای با مدت زمان زیادی است که هنوز نیومده و رسیدن به آرزوها با این شرایط سخت براشون غیرقابل تصور شده. طوری که ترجیح میدن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن تا اینکه مسئولیت یک آدم دیگه رو قبول کنن. دروغ خیلی زیاد شده، در نتیجه اعتماد کم شده و همه اینها به هم ارتباط پیدا کرده. از دیگر مشکلات ازدواج نسل ما سختگیری خانواده هاست، اما گاهی این سختگیری ها منطقی هم هستن. یک نکته که خیلی دوست دارم به جوان ها بگم اینه که سراغ هیچ کاری نرن، ولی اگه رفتن اون رو تا آخر ادامه بدن، چون همیشه وقتی آدم از دور به آرزوش نگاه میکنه یک مقدار اون آرزو دست نیافتنی میشه. اما اگه خود ما همین حالا به خودمون جایی که هستیم و چیزهایی که داریم نگاه کنیم، میبینیم اینجا و چیزهایی که داریم همونهایی هستن که آرزوش رو داشتیم، ولی چون به مرور زمان طمع و توقعمون زیاد شده به این فکر نمی‌کنیم که اینها آرزوی چند سال قبل ماست. چیزی در دلم نگه نمی‌دارم. من عموماً به دلیل شخصیتم منتظر آرزوهام یا منتظر چیزی که می‌خوام نمی‌شم. من دوست دارم با مسائل مواجه بشم. مثلا همین قبول کردن نقش این سریال. من هیچ وقت آرزو نداشتم که بازیگر بشم، ولی وقتی وارد بازیگری شدم دیدم که دوستش دارم و به شدت این راه رو ادامه دادم و بعد این علاقه راه درستش رو پیش گرفت. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و یادتون نره که اگه هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.